الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی که یاد این سه امام جوان خودمون میفتم، امام حسن عسکری علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام جواد علیه السلام، یاد بزرگترین امتحانات از شیعه میفتم، در حالی که شیعیان کم دشمن نداشتن، در حالی که هنوز مردم یادشون قتل عام سادات، در حالی که مردم تقیه میکنن، پنهان میکنن شیعه بودن خودشون رو، ولی خدا دست از امتحان بر نمیداره. قربون خدا برم که همین جوریه دیگه. بله دیگه، میفرماد یک کمی شما قوی شدید، حالا بذار من امتحانتون بکنم. مثلا جامعه مؤمنین وقتی قوی میشن امتحانها شروع میشه، هرچی قوی تر میشن امتحانها سختتر میشه، کوتاه نمیاد خدا، باید درست بشه دیگه، به تناسبش هم کمک میکنه، ولی امتحانات هست. تا یه پیروزی رسیدیم، به یک پیروزی رسیدیم، باید بگیم خب میریم به جنگ مشکلات بعدی، میریم با بحران‌های بعدی مواجه بشیم. نه آقا نگو بحران، مردم میترسن. مردم از چی میترسن؟ بحران یعنی فتنه، فتنه یعنی امتحان. بعد میفرماید در روایات هست که میفرماید تمنا کنید فتنه رو، فتنه رو تمنا کنید در آخر الزمان. چرا؟ میفرماید خیر شما تو فتنه است، رشدشون تحقق پیدا میکنه، منافقینتون رسوا میشن و سعادت به شما رو میاره. تمنا کنید خدای فتنه ها رو برسون، امتحان ها رو برسون، ما این امتحان ها رو پس بدیم، استرس قبل از امتحان کشت ما رو، بریم سراغ امتحان ها. لا تکرهوا الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. پیامبر گرامی اسلام فرمود دیگه در آخر الزمان از فتنه ناراحت نباشید، چون فتنه در آخر الزمان منافقین رو رسوا میکنه. در تعبیر دیگه هم از منافقین شیعه رو رسوا میکنه. یکی از عوامل به شهادت رسیدن امام صادق علیه السلام، یکی از فرزندان ائمه هدا بود، حالا واقعا سختش تو این جزئیات وارد بشه، ولی خود امام صادق علیه السلام یه قاعده ای رو میفرماد، میفرماد خدا خداوند متعال از ما اهل بیت یک کسی رو همیشه پیش ما بزرگ میکنه، معتبر میکنه، بعد این آدم اعتبار که پیدا کرد، مردم رو که در توجهشون رو جلب کرد، منحرف میشه تا مردم به این واسطه امتحان بشن. بعد میفرماید خداوند متعال هر کدوم از اینا از دنیا میرن یکی دیگه جاش میذاره، همیشه داریم. امام امیرالمومنین میفرماید آدم عاقل تعجب نمیکنه هیچ وقت، تعجب نداره، همه هر اتفاقی میتونه بیفته. آدم وقتی خوب نگاه کنه مسائل رو دیگه تعجب نمیکنه، فریب که دیگه اصلا حرفشو نزن، تعجب نمی کنه، نمیگه من انتظارشو نداشتم. البته در محاوره آدم ممکنه بگه، خود ائمه هدا هم از تعجب استفاده کردن، والله ما عجب من من هلک کیف هلک ولکن من من نجا کیف نجا ولکن اعجب من من هلک کیف هلک. در محاورات آدم از کلمه تعجب استفاده میکنه. امام سجاد علیه السلام فرمود من تعجب نمی کنم از کسی که هدایت بشه، از کسی که هلاک بشه من تعجب میکنم. با وجود رحمت پروردگار عالم آخه کی میتونه هلاک بشه؟ خیلی عجیبه. این خیلی عجیبه معناش این نیست که من سازوکارشو نمیدونم، انتظارشو واقعا نداشتم،
یعنی نباید علل قاعده این طور بشه، یه تنبهی است. و الا بله ائمه هدا که عقل کل هستن هیچ وقت تعجب نمی کنن، معنایی که ما تعجب میکنیم، ما نباید هیچی تعجب بکنیم. یه فتنه یه امتحان رو پشت سر گذاشتیم، میریم که داشته باشیم نیمه دوم رو شروع میکنیم. حالا تو فوتبال بین دوتا نیمه یه چند دقیقه، 15 دقیقه فکر کنم یه استراحتی میکنن. من نمیدونم خداوند متعال این بین دو نیمه یعنی همچی استراحت هایی هم میده یا نه، بلا فاصله شروع میکنه، حداقل مقدماتش شروع میشه و ما مطرحیم. من وقتی که به زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نگاه میکنم، به زندگی این سه امام بزرگوار قبل از غیبت نگاه میکنم، احساس میکنم که خدا اصلا دغدغش انگار این نیست که دشمنان اسلام ضعیف بشن، دشمنان اسلام تقویت نشن، دشمنان اسلام الهی تیکه تیکه بشن. دغدغه این هستش که اینهایی که مدعی راه حق و حقیقت هستن اینا رشد کنن. آقا این همه ما غریبیم، خدایا کمک برسون. فرمود اصلا شما غریب، من زبان حال خدا رو بگم، یعنی خدا اگه بخواد جواب بده جمع‌بندی آیات و روایات اینو خواهد فرمود که شما اصلا ضعیف نیستید. چرا خب چنین دشمنان قوی داریم؟ نه، دشمنان شما هم قوی نیستن، اصلا دشمنان شما کسی نیستن. میدونید خیلی از آدم ها هستن این حرفای خدا رو باور نمی کنن. شما فکر میکنید همه مؤمنن؟ خب ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی ایمان به کلمات خدا دیگه. خدا میفرماید دشمنان مؤمنین چون راهشون راه باطله مردنی هن. ان الباطل کان زهوقا، باطل اون وقتی هم که جولان داشت زهوق بود. زهوق یعنی فارسی خودمونیش مردنی. این چیزی که شما میبینید از قدرت او، این ضعف ماست، این عدم توانایی ماست. شما بلد نیستی این وزن رو برداری، کسی اون بالا ننشسته فشار بده، وزن رو نمیتونه، مگس وزنه، نمیتونه یه وزنه سنگین بلند کنه. هی میگه آقا کی اون بالا هل میده؟ این بابا کسی نیست، شما بلند کن وزنه رو. بلند میکنه آقا فشار میده دیگه، بستید اینو با تناب. آقا به خدا کسی نیست، بیا نگاه کن، آه بردار بزن بالا دیگه، کسی نیست بردار. دوباره میاد برداره میگه آقا شما نمیذارید، بابا کسی نیست. واقعا امام معتقد بود به اعتقاد ایمانی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اصلا حتی نیاز به نبرد با باطل نیست. نبرد با باطل هر جا رخ میده برای رشد مؤمنینه. چون این وضعیت رو در زمان ظهور خواهید دید، چون در زمان ظهور مؤمنین به حد کافی رشد کردن، بعد شما میبینید چه هیمنه ای داشت این کفر، چه هیمنه ای داشت نفاق، چقدر راحت همه چی تموم شد. پس چجوری شد آخه؟ البته اون زمان هم جنگ صورت میگیره، ولی جنگ هایی که شما الان حدسش هم ممکنه نزنید که به پیروزی میرسه. البته دیگه الان دارید حدس میزنید، وقتی یه گروه کوچکی که دولت دستشون نیست توی گوشه لبنان میتونن اسرائیل قوی ترین ارتش منطقه رو به سهولت زمین بزنن، بعدی که به غلط کردن هم بیفتن اونا. یه ماکتی بزرگتر شما درست بکن، همه کار میشه کرد علیه باطل، چون اصلا باطل تو ذاتش ضعف هست. سال 1357 تو دهه فجر من یادمه، بچه راهنمایی بودم اون زمان، سنم 13 سالم بود، من چند سالم بود اون سال، چون پدرم هم روحانی بود و یکمی هم تو این سیاسیون بودن و نمیدونم ختم گرفتن تو محل برای حاج آقا مصطفی سال 56 که
حاج آقا مصطفی از دنیا رفته بودند و آغاز شعله های جدید انقلاب بود و اینها، کاری ندارم. ما دیگه هی میشنیدیم، بعد پلیس هم ایشونو هی میگرفت و نمیدونم اینا، دیگه خیلی گوشمون پر بود از این حرفا. من همون بین 12 فروردین بهمن تا 22 بهمن دو سه مرتبه رفتم مدرسه علوی برای دیدار از امام، و تو اون فشارها و اینها می اومدیم و بعد دوباره به بابام میگفتیم چه خبر، میگفت تو که اونجا رفته بودی، گفتیم حالا ما که اونجا تو شلوغی جمعیت رفتیم امام ببینیم، خبر که نداشتیم. بعدها مطالعاتمون رو بیشتر کردیم، هم اطلاعاتی که از اون زمان داشتیم، الان من به شما میگم برو تاریخ رو مطالعه کن، غیر از حضرت امام احدی احتمال پیروزی تو 22 بهمن رو نمیداد تو دهه فجر. میگفتن امام آمد ولی نمیدونیم چی بشه، امام آمد ولی نمیدونیم چی بشه. دیگه یکی از انقلابیون برجسته مرحوم طالقانی بود دیگه، که 21 بهمن ماه از سر نگرانی نسبت به اوضاع رفته بود دیدار حضرت امام. چی میشه امام؟ اینا تصمیم گرفتن همه رو بکشن. امام ایشون رو آرامش داده بود. آقای طالقانی که کم سابقه مبارزاتی نداشت که. واقعا کسی باورش نمیشد. و حالا پیروز بشیم، بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعدش نظام مستقر بشه؟ یا باید بریم شورش های داخلی رو جواب بدیم؟ یا چی میشه بعدش؟ نهضت آزادی بعد از حضرت امام خیانتشون به این جامعه همین بود که ایمان نداشتن به حضرت امام، ایمان نداشتن به حرفای خدا. به چی ایمان نداشتن؟ به اینکه ما قوی تر از آمریکا هستیم، ما خدا داریم اون نداره. آهای حرفا چیه میزنی؟ بالاخره باید با آمریکا کنار بیاین. نهضت آزادی خیانتی که کردن به این مملکت ناشی از عدم ایمانشون بود، ایمان نداشتن به این حرفا. مثلا کسانی مثل نهضت آزادی اصلا احتمال برنده شدن ما رو تو جنگ نمیدادن، میگفتن حالا جنگ اونا شروع کردن شما کوتاهی تا تموم کنن. همون اول دم بعض از بحث مذاکره سازش برای جنگ میزدن، چون باور نمیکردن. اینا رو من چرا دارم میگم؟ برای این دارم میگم که امام حسن عسکری علیه السلام انگار رسالت اصلیشون امتحان شیعیان بود، انگار مسئله اصلی امتحان و رشد مؤمنینه، مسئله اصلی وجود و عدم دشمن یا قدرت و ضعف دشمن نیست، مسئله ما اون نیست، ما ضعف داریم. هر موقع دیدید دشمن یه قوت و قدرتی هم پیدا کرده، معادلش خیلی ساده است. شما برگرد تو داخله نگاه کن بگو کی ضعیفه، آقا کی ضعیفه، کی پالس داده، کی اعلام ضعف کرده، دشمن پررو شده. دشمن خیلی ترسوه، خیلی ترسو تر از این حرفاست. ما متاسفانه دشمن رو خوب معرفی نمی کنیم، هممون ضعف داریم تو این زمینه. دشمن خیلی حقیره. امام حسن عسکری علیه السلام به ما میفرماید شیعه خودشو قوی کنه، مسئله اصلی اینه. شیعه بره ایمانشو درایتشو ببره بالا. شیعه امروز به امامی ایمان داره که اون امام رو ندیده، با عقلش میفهمه باید چنین امامی وجود داشته باشه در عالم. لولا الحجه لساخت الارض، با عقلش میفهمه. با عقلش باید همه چی رو بفهمه. 1400 سال بعد از امام حسن عسکری علیه السلام شیعه ضعیف نگه داشته شده. برای چی؟ برای اینکه این ایمان وجود نداشته تو ماها. ایمان به حرف خدا. یه مردی بود، آقایی بود، با ایمان آمد. آن مرد 12 بهمن با ایمان آمد، گفت خدا
ایمان رو تو دلها زنده کرد و واقعا باور داشت به خدا، خیلی به خدا متکی بود. آدم وقتی ایمان نداشته باشه برای ادامه جنگ میاد تعداد اسلحه های خودش رو میشموره. آدم وقتی ایمان نداشته باشه به این ملت اتهام میزنه، میگه مردم دیگه جنگ رو نمیکشن. این که دیگه مسئله نیرو انسانی بود، این که دیگه اسلحه نبود که بگیم محاصره اقتصادیمون کردن از بیرون. امام حسن عسکری علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام جواد علیه السلام میخوان شیعه رو امتحان کنن. اینا همش چالشی است برای اندیشه و فکر یک مؤمن، برای ایمان یک مؤمن. آقا ببینم، من میخوام ببینم شما چقدر مؤمنی. والله کاری نداشت خدا مثلا همون سالهای اول حیات مبارک امام رضا علیه السلام امام جواد رو به ایشون عنایت میفرمودن. بعد امام موسی بن جعفر علیه السلام نعوذ بالله زبانم لال دقت بیشتری میکردن یه عالمی که بعدا ممکنه منحرف بشه رو به عنوان عالم معتبر به مردم معرفی نمیفرمودن که بعد بشه رئیس مذهب واقفیه مثلا بگه هفت تا امام بیشتر نداریم. بعد بفرمایید بالاخره دیگه مسائل به اونجا نمیرسید که امام هادی علیه السلام در جوانی به امامت برسن، امام حسن عسکری علیه السلام در جوانی به امامت برسن، تو دوران پختگی اوج اعتبار اجتماعی مثل خود امام رضا، مثل امام موسی بن جعفر علیه السلام، مثل امام صادق علیه السلام به امامت میرسیدن. چه اشکالی داشت؟ دیگه فقط شیعه میموند و دشمن. خب آقا این شیعه میموند و دشمن که شیعه قبلش هم بود و دشمن، چرا هیچ هنری به کار نبست؟ زندگی امام حسن عسکری علیه السلام از ابتدا تا انتها محل امتحان ما شیعیانه. این پیامش اینه که ما باید خودمون رو تقویت کنیم. اگه خودمون رو تقویت کردیم، بذارید یک کلامی از امام حسن عسکری علیه السلام برای شما بخونم. حضرت در ارتباط با شرک و شرک خفی میفرماید الاشراک فی الناس اخفا من دبیب نمل. دبیب یعنی چی؟ یعنی رد پا. نمل هم یعنی مورچه. شرک در میان مردم مخفی تر از رد پای نمل.